بری دونداره به من برم. یه بسته تو بر سوار شد. ای دوستان حالا مکم بزن تو سر من، دست پامو مثل اونا ببند و از اینجا برید. جنسرم ببرید باقش بر، یلا بزن. با اجازه. قربان برم من الهی، با مرگ جناب علی نماشه، با مرگ خودم بی پدر مادرم چیزه توی سر من اینه قبله ما بر شدم بخوده. چه ساعتی؟ والا بنده ساعت ندارم، ساعت بنده شیخم منه قربان، هر با شیخم من با غار غروب داد من میفهمم که ساعت نو. های ماما جان اون موقع چی کار میکردی؟ والا به خودم من کار بدی نمیکردم، آخه من نگهبانم با جان شما، از اینجا میرفتم اونجا، از اونجا میامدم اینجا که نگاه ایسی کلوم دی خود میزرم من بادم ها خودم زمین. اون موقع آقای سوراب خانه اینا با نظرم توی انبر داشته صورت برداری می نکردن. آی گرامیان داشتی با خودم با نظرم یه پاداشی حسابی ماما بدد. سلام. همش تفسیر این احمق هست. عرض نکردم قربان بفر. رساد دامادم سخراب برادر سرم خوشبختم. خب چیزی دستگیرتون شد؟ سرد نه، اما تا جایی که ما تحقیق کردیم این کار به کمک یه نفر از داخل انجام شد. منظورتون کارگراست؟ نه این امکان نداره، من تمام کارگرها رو خوب میشناسم، سال هاست که با اونا کار میکنم. عرض نکردم قربان، بازم بگو عرض نکردم. منظورم کارگرها نبود، میخواستم بگم یه نفر که وضع داخلی کارخونه آشنا بوده از داخل با سارقین همکاری کرده. عرض نکردم قربان. درست که اینو از خوش خفته پیدا کردم. خیلی خوب، بازم ادامه بدم. از اینکه قیمتیه، شما اینو دست کسی ندیدی؟ اونو به ما پاداش بدی، چه تو میشه؟ نه شما چطور؟ نه؟ این که مال منه، چطور اونجا افتاده بوده؟ اتفاقا منم میخواستم همین سوالو بکنم، میخواستم ببینم شما که مدیر کارخونه هستین به انبارم سر میزنین؟ خیلی کم، با بودن سهراب دیگه احتیاجی نیست. عرض نکردم قربان. دیشب کجا بودین؟ والا شما کدوم هتل؟ هتل نرفتم، میخواستم برم ویلای یکی از رفقا. دوستتون شهادت میدن که دیشب تو خونه اون بودین؟ نه، اما منظورتون از این طرفا چیه؟ منظورم اینه ممکن بود سهراب توی این ماجرا کشته بشه. ببین دخترم، باز از روی احساسات قضاوت نکن. هر روز با وجودی که پسر کوچیکت مریض بود شوهرت با اصرار گفت باید برم، تو هم با تمام عشقت نتونستی مانعش بشی. خب پدر، این چه ربطی به دزدی داره؟ ربطش اینه که مسافرت بهانه بوده و اون اصلا شمال نرفته. بله درسته، شمال نرفته، من اینو میدونستم، خودش بهم گفت ماشینش تو راه خراب شده از وسط راه برگشته. اشکال کار همینه، هرچی اون میگه تو هم باور میکنی، ولی حقیقت غیر از ایناست. دکمه سردستشو توی انبار پیدا کردن، برای این دیگه چه دروغی سر هم کرده؟ پدر شما خواهش میکنم خودتون ناراحت نکنید مریم خانم، به نظر منم رضا تو این ماجرا بیگناهه. البته آقای گرامیان هم حق دارن، چون رضا در مقابل سوالات پلیس سکوت کرد. اگر رضا نتونه بیگناهی خودش ثابت کنه، تو و این خونه رو باید توی خواب ببینید. من از این ناراحتی نجات بده رزو، بهشون بگو که تو بیگناهی. من که گفتم، مگه تو باور نمی کنی؟ من چرا؟ آخه تو که پدرمو میشناسی، اون دلیل و مدرک میخواد. این حرفا همش بهانه است، اون از اولم مخالف ازدواج ما بود، تو این مدتم همش پی فرصت میگشت که نظر تو رو نسبت به من بدبین کنه. بفرما حالا اینو بهانه کرده. تو خود رزو یه کاری بکن، من خیلی میترسم. تو پشت میز من چی کار میکنی؟ بلا چی بگم؟ این دستور گرامیانه، تو که اونو میشناسی؟ آره، اما بهتر بود منم در جریان میذاشت. منم بهش گفتم، اما زیر بار نرفت، گفت هر کاری که من میگم تو همون کارو بکن. من خودم هم ناراحتم رضا، بهتر خودت باش صحبت کنی. من میدونم الان تو چه حالی داری. خب درستم نیست، بعد از این همه مدت بین کارگرا بالاخره دهن مردمو که نمیشه بست. اگه یه خورده جدی‌تر باش صحبت کنی فکر میکنم بهتر باشه.
آره حق با توه. بالاخره یه روز باید حرفامو بهش میزدم. چه وقت بهتر از حالا؟ تو بیا پایین ببینم. چطوری پسر؟ جانم سلام قربان. قربان عوضی این که با بنده پاداش بودین کار منم گرفتی بینی دادی دست من اگه این برو توی چشم بنده بنده پاشی کیه بگیرم آقا؟ از سه دیگه انقدر بر راجی نکن به کارت بچسب. با چسبم؟ میسین که بنده چسبم که با چسبم؟ برو به کارتو ببرو دنبالت. دست من در کف صحب مرده. برو بالا بدر نمیخوری بیا پایین. تون ویل ماتلی. گرامیان شما گفتین سرنا به جای من مدیر کارخونه بشه؟ برای من گفت. برای چی؟ برای اینکه به کارهای من رسیدگی کنه. کارا که همه درسته دیگه ایرادی نداره. این نظر توه اما این من هستم که باید بگم چه کاری درسته و چه کاری درسته نیست. شما سر بی خودی بهانه میجرید. بسته دیگه نمیخواد به من دستور بدید. گوش کنید آقای گرامیان. چون پسر از زندان بیاد بیرون باید ازش طلاق بگیری. این حرف آخر منه. آخه بچم پدر بچم چی میشه؟ خیلی خوب که عذاب در بیاد تازه میشه لنگمون بابای حق بازش. ولی شما تخری درست میگو. اون پسر خیلی خوب نقشه میکشه. منتها خدا نخواست تو کارش موفق بشه. شما که همش به حرفای فخری خانم گوش میدید. اینقدر خوش باور نباشید. حرفای فخری خانم اونقدرام که فکر میکنین درست نیست. اون بعد تو رو کلمه میگه حرف حساب میزنه. میگه رضا با مریم ازدواج کرد که بعد من از بین ببره تا تمام ثروتم به تو برسه. تازه معلوم نبود تورم زنده بزنه. وقتی سر تورم زیر آب میکرد بعد با پولای بی زبون من میرفت دنبال کیفش. ولی اینطور نیست پدر. بس دیگه همین که گفتم تو باید طلاق بگیری. سهراب ترتیب کار رو میده. اگر بخوای رضایت بده تا از زندان بیای بیرون باید شرط گرامیان رو قبول کنی. خب مریم چی میگه؟ متاسفم رضا با این اتفاقاتی که افتاده و جریان دادگاه اونم فکر میکنه که مقصر تویی. در واقع خود مریم این پیشنهاد کرده. میدونی سهراب من فقط به یه شرط حاضرم مریمو طلاق بدم. چه شرطی رضا؟ بچه‌مو بدون قید شرط به خودم بدن. شنیدی؟ اگه نخوام بدن چی؟ اون وقت باید طلاقو به خواب ببینن. باشه میرم باشون حرف میزنم شاید درازشون کنم. خدافظ. به سلام. بچه حاضره؟ بده فخری ببرته. خودم میخوام ببرم ایش. میخوام با رضا حرف بزنم. تو دیگه با اون پسر حرفی نداری که بزن. بچه رو ببر.
بیاد اونا رو فراموش کنی. تو خدا بس کنی بدر. داری تشریف ببری؟ آره، خدا حافظ. خدا پشت پناهت. متشکرم. میدونه نبود، گفت مال خودتو. به درک، گریه چرا میکنی؟ تو تازه جوانی، خیلی فرصت داری، باید به تحصیلاتت ادامه بدی. از اولم باید همین کارو میکردی. چند سالی که تو فرنگ موندی همه چیزو فراموش میکنی. سهراب گذرنامت آماده کرده، بلیطم برات گرفته. قربان همه جانت هم بریم، من هم کار میکنم، شما هم کار نگه کنم. آخه بی پدر مادره، این دهن منه یه دروازه توپ و فوتباله. تو جا گل زدن دندان بندن من همه لیه لور نکردن. آخه من نفهمم، شما ها دنبال نخود سیاه میگردین، چه خبره بابا؟ بری دنبال کار زندگی شما. چیه داشتی؟ خیلی که زور بزنی میشه آقا رضا، اون وقت با یه تیپا میندازنت بیرون. نه بابا جان، برای اون بیچاره کلک جور کردن. همیشه خدا با من میگفت کازم آقا شنگول، آدم وقتی یه جایی کار میکنه ده اونجا رو باید مثل خانه خودش بدنه. تو چرا داری از خونه در میری؟ آقا ده مادر من مرده، اینجا شده برای من منزل زنبابا. تو هم اگه میخوایی اون یه لغمه نانه که میخوری حلالت باشه، با کارم مردم برس. آها جان، بودو باش کن باش. آره جانم، دازی مرد شد قربان. اینجا دفتر کارخانه است یا کافتریای بوزبوز غندیه؟ خب جنابای رئیس بادس، این کجا تشکیف دارن؟ بیلش کن آجان، آی کازم آقا شنگول، شما فرمای دهنه شیرین کن. چشم، اتحاد قربان، پد بچه هرشنوی هستم. اینم وردارم برای بچه ها که دهنشن شیرین کنن. فرمایشی داشتیم؟ بله جانم، دو تا قهوه بردار بیار، چهار تا نمیخواد بیاری. تو بیا اینجا بینیشین، من خودم میرم میارم. اگه دیوونه شدی کازه؟ اولا کازم نیست و کازم آقای شنگول است. دوب من با جناب رئیس بعد از این کار دارم. همینطوری که نمیشه، باید اول وقت بشه. شما نراحت نشو قربانت برم، شما برو بیشان بگو آقای کازم آقای شنگول آمدن. باقیر خودش میفهمد. برو دی عزیزی دی، برو برو دی، بلا گرفته پدر سخته، برو جوان مرده. عجب شیرنی خوشمزده. قربان، کاظم اومده با شما کار داره. بی گفتیم به سرای احمق تو اتاق من راه بدی. سلام عرض کردم قربان. نفهمیدم جناب علی از ریاست کردن فقط جواب سلام ندادن یاد گرفتی؟ بله حقم داری قربان، که سلامی جالگی. آقایی گفتن، نوکری گفتم. بله ده نوکر بیاده به درد من نمیخوره. کاش کنشم همچین تو سرت زده بودن که دیگه از زمین بلند نمیشدی. نفهمیدم جناب علی نراحتی از این که با جایی من بلند شدم؟ بله اگه تو احمق حواست جمع کرده بودی که انبار رو نمیزدن. به دست ننم درد نکند با این عروس آوردنت. عجب کشکی ثابیدی بندی خدا که من حواست من جمع میکردم که اون شب دوزی نمیشد.
اگه حواس جمع میکردم آقا رضا مرخص نمیشد، جناب علی اینجا رئیس نمیشد. این آقا حالا عوض این که با بند پاداش بدین طلبکارم شدین. واسه دیگه فضولی نکن و الا میدم اخراجت کنن. جوش نزن آقای رئیس، بعد از این که شیرینی های هو خشک میشد. ما خود من داریم میریم قربان، فقط بگو حسابداری، اداری حسابداری، تلفن کو بگو حساب ما را بدد، ما میخواییم بریم فقط همین. هیچ کاری دیگه نداریم. هلو حسابداری، حساب کازمو بکنین میخواد بره. بگو سرویس یه وقت حساب نکنه دا، قربان شما برم. نه چی خودت قربان من رفتی، بفرما. این کتی که برای بنده خریدی، اینم شلوار، اما نه این شلوار خودم خریدم، اینم کولا، نه کولا باشه سرما میخورم. راستی آقای رئیس، این ریاست خیلی به شما میاده، خیلی. اگه از من گوش میکنی یه وقت یهو بلند نشی، یهو جاتی میگیره. نه بسه دیگه برو گم شو. خیلی خوب دارم میرم. من مستی کردی که کجای آقای رئیس دنبال میگردم؟ این احمقه بنداز بیرون. احمق بی اصلا من دوده احمق با هم میریم مرسی میکنیم از لجه تو دیگه هم Oh,
بگیری. قربون پسرم برم که انقدر به فکر باباشه. آخه من تو این دنیا فقط تو رو دارم بابا جون. منم فقط تو رو دارم بابا جان. خب بابا زودتر باشو، ممکنه کاظم کلک تخم مرغا رو بکنه. سلام فامیل خارجان فیلن و زنانه ی بادن بنده قربانی کنم. سلام کاظم آقا، حالتون خوبه؟ نه خیر بجان، شما از زور گوشتگی داشتم میمردم به خدا، اما حالا که شما رو دیدم خیلی خوب شدم با مرگ تمام فامیل های من به خدا. خوبه، خوب ببخشید من دیرم شده، باید برم. خدا نه آماده، حالا میخوایی بایی اجازه بده من یه ماشین بخرم شما رو برسنم بخودم. خیلی ممنون. خب زهره جون، آبگوشت گذاشتم رو اجاق، زور با علی غذاتون رو بخورید دیگه. سفارش نمی کنم و دست گلاب ندی و چشم آقا اینجا دخترم. خدا به سلامت. آدم آقا صبح بخیر. سلام. با قربان تو برم کجای کاری مرد سهر؟ میلو کبادو لبادو مباده همه رو گرفتم، راحت آسوده نشستم بازایی منی میخوره. شنو که نرفتی، بیا چند تا شنو بریم. شش نوکرتم هستم قربانت میرم، هرچی تو بگی باشه، پشت کیچی بارو هم برای جنابالی میزنم، ولی جان این کاظم شنگول بیا و یه ثوابی بکن. خب حرفت بزن بینم. آقا رزا جان قربانی سیبیل تو برم، بیا یه دستی برای ما بالا کن، مادری این زهره که برای ما بگیر. نمیدانی وقتی این بچه رو بی پدر میبینم جیگرم من برای مادرش کباب میشه. بیا این زن برای من بگیر، تو راضی من راضی، مادر بچه راضی، تا کور شود هرچی آدم ناراضی بزن قده. اول صحبی کفرم و جار میاری یا آخه پسر، مگه خوشی زده زیر دلت؟ من از زن گرفتن و هرچی زن نفرت دارم. تو داری قربان تو برم، تو نفرت داری، منگی ندارم. پس هر غلطی دلت میخواد برو بکن. سلام کاظم آقا، شنگرش بیان بازم ببینم. علی علی عجب سخته ها. قربان خودم نشسته 150 تا شنو بیخستگی میرم. برو بریم. چالاش بی کلاش علی، این من بابا جون خسته شدم. مرد که خسته نمیشه، حالا پیچ سر پیچم بوغ بزن جان. بابا این کارزه ما رو خیلی دست کم گرفته. آم به موقعش دست کم میگیری بهش. بگو علی یا علی جانم علی علی. حواس کجاست؟ رادیو سینه. خوب شد گفتی، نزدیک بود آوازی بریزم از این آفتاب قلابی بی سب. اینجا میگیرم، اینجا میریزی، اینجا میگیرم، اینجا میریزی. خب بس دیگه ببند بریم که دیر شد. این آفتاب قلابی آخه جانم بذار من روشن کنم. چی چی را روشن کنیم؟ مگه چراغ موشی روشن کنم؟ ما خودمان یک عمریه داریم روشن میکنیم، روشن کنیم. که شما روشن میکنی سیگاری. خب دیگه پسی ببین بابا جون، حرفایی که زدم یادت نره، سر به سر مردم نزار، به کار کسی هم کاری نداشته باش. آره امو جان، هر کی به تو حرفی زد بگو زدن بی زدن، فوش بده فوش بسن. اینا چه یاد بچه میگی؟ بابا جان بهتر از اینه که بزنم پدر صاحب باشه رو در بیارنگی. اصلا با من چی بزنم پدر صاحب باشه در بیارنگی؟ خب دیگه من رفتم، خدافظ. خدافظ. دلسوزی علیکی میکنم من. علی 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 باش سلام زهرا. سلام همه شکم. حالا جفو مامانم رو چی بدم؟ اگه به فهمه خیلی جفو میکنه حالا چی کار کنم؟ باشو فکرشو نکن، گوشه نخور. آخوده خودش درست میکنه. آخه چطوری؟ تو که میرفت شرکار به هم گفت دست گلاب ندیو. تو کارید نباشه، اون با من. دوباره بهاره و
زهرا خیلی تمیز شده. علی کمکم کرد مامان. عوضش بخورین، خستگیتون درده. بله، دو توی اینقدر زحمت کشیدیم تا به این تمیزی شد. بخورین، سرد میشه. آره داده از خوشبایی پسری که بزرگ کردی. آخه قاسم آقا جون نوکرتم، مگه چی شده؟ میخواسته چی بشه؟ ما که واسه دسته پسر داداریم از این محل بریم. آخه واسه چی از این محل بریم؟ باده برد بره این بره این برد کلقه سیه میبوشن. آقا رضا تاکدیل ما رو با این بچه تخصت روشن کنی، بفرمید ما واسه چی کار کنی. آقا چرا راست و پوسکنده به هم نمیگین علی چی کار کرد؟ دارم به شما میگم دیگه، اگه جلو پسر رو نگیری کلامون میره تو هم. آخه موضوع چیه؟ الان بهت میگم. گنج کار داری؟ بابا حرفت بزن، اگه شما این بیچاره رو ابلمبو کردی. ببینین من از همه این حرفاتون فقط انقدر فهمیدم که علی بدجوری اذیتتون کرده و بهتون خسارت زده. اذیتش رو به بزرگیتون ببخشین، خسارتش هم چشمم کور، دندم نرم، میدم. حرف دیگه هم هست؟ بله چشمش کور، هر که بچه شیطان داره زرش هم میشه. بابای علی خیلی عصبانی، بله خدا خستم، حتما ناراحتشم. بچه‌مون اینجاست. آخه تو کی میخوای آدم بشی بچه؟ سلام بابا. سلام و زهر مار، تو چیکار به کار قاسم آقا داری؟ او هم قدته، هم بازیته، هم سن و سالته. چوری ظلمت منو نگاه کن، جواب منو بده. سمت نندازی. آخه چی بگم؟ بچه تو صبح تا غروب این محله رو میذاری رو سرت، حالا میگی چی بگم؟ در راست میگه دهاجم، بگو بهش بگو، اگر به اون نمیگی به من پدر سوخته بگو. من به بابا نمیگم، وقتی هم به تو بگم. این دیگه تو غلط میکنی نمیگی بابا لامصب. اونا خیال میکنن من صبح تا شب تو رو ول میکنم میرن دنبال یللی تللی که تو اینقدر بی‌تربیت شدی. خدا اینجوری حرف نزن بابا، من دلم میسوزه، من دلم نمیخواد شما رو ناراحت کنم. تو داری منو میکشی بچه، اون وقت نمیخوای ناراحتم کنی؟ بگو بشقاب دلبکی رو واسه چی میخواستی؟ خدا نپرس بابا، نمیتونم بگم. من که با تو گفتم نزن، نه اینکه حرف نزن. گفتم حرفت بزن، اما مردم بدبخت بیچاره رو نزن. ریه تو سر اون فلک زدی بدبخت چرا شکستی آخه؟ ما که این روز هرچی کرایه در آوردیم دادیم بابت سرشکستگی های جناب علی آقا بزرگان.
لاغل یه کلمه حرف بزنی دل من درگید. رزم میبینی مرگ تو آخه چیکار میکنه؟ آخه مگه من بابای تو نیستم؟ چرا هستی؟ خیلی هم ماهی ولی نمیتونم بگم. به جون خودت اگه نگی با این کمربند سیاه و کبودت میکنم. من بچه بیچربیت نمیخوام. به من نگو بیچربیت، اما اگه با زدن من حرست خالی میشه باشه بیا بزن. آقا رضا سب کنی، علی تقصیری نداره، اونو هر کاری کرده برای این بوده که من از مادرم کتک نخورم. علی شما رو خیلی دوست داره. آره؟ الهی من برای تو بمیرم. خب اینو از اول میگفتی، من خودم بهت گفتم که آدم بعضی وقتا به خاطر مردم مجبوره دست به خیلی کارا بزنه. اما اینم بهم گفتی که اگه آدم یک کاری واسه مردم میکنه نباید واسه دیگران تعریف کنه. چیکار تو برام بخیر؟ باریکلا باشر، یاد بگیر، به این میگن فداکاری. چی را یاد بگیر جناب علی؟ اون 50% کار برای من تمام بکن. بنده 100 دست سیگار نلبکی میخرم میدم زهره و مادرش روزی یه دانه را بشکند راحت. سرک ندر راه عزیزن بود ماهی سفیدیش نیفتد بوتور. آها آگنده خوجست علی این جوان بدش به من. چوری منو نگاه میکنی؟ خیلی بهت میاد که زن خونه باشی یا؟ خجالت کشیدی؟ آره زن خونه خیلی خوبه. منو بابام آرزو داریم که یکیشو داشته باشیم. منو مادرمم خیلی دلمون میخواد که یه مرد خونه داشته باشیم. از وقتی بابام رفت تو بهشت ما همیشه تنها بودیم. دیگه از این بعد تنها نیستیم. من از خدا میخوام بیا به هم قول بدیم که هیچ وقت ازم جدا نشیم. باشه ولی من نمیدونم چجوری قول میدم. با دست؟ دست مرجونه؟ آخه من که زنم عیب نداره. بابام میگه زنم اگه دلشون بخواد میتونن قول مرجونه بدن. پس من قول میدم قول مرجونه. آره پس خاک اندازه بگیر برس بکن. دلم در اومد خدایا. وای غلط نکنم زهر باز یه دست گلی به آب داده. از گلی کمد افته حتما بابا دعوا میکنه. به خود من فقط میخواستم اون گلا رو تمیز کنم. شیشه رو کش بالا. اون بالا هست. اینم بالا. انگار امروز علی آقا تخفیف داده، دوره بر خونه خلوته. آره اروای پادرش خلوته. بده من ببرمش. تو زحمت نکشتین. چرا اینجوری لفظ قلم حرف میزنی؟ بده من برو یه کم میوه بخر بیار. بده من. اوه این چرا اینقدر سنگینه؟ تو چی هست؟ فداکاری چی؟ 20 دستی سیگار نلبکی خریدم گی شب زهره جان و مادرش تا صبح دانه دانه بشکنن راحت آسوده. بی میگویم فداکاری. این کارا چیه مرد؟ زن چیه؟ زن چیه؟ زن همونه که جناب علی میمیری برای بچهش. یک دفعه نشد ما بعد سفر بیایم اینجا. الان میرم یه کامیون میوه میخرم. اما نه این قدیم میوه میخرم بغل منو پر بکنه درم اینجوری باز بکنم. بله قربانت. چه خبری؟ باز بابای علی ناراحته؟ نه این دفعه خود علی ناراحته. لا 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 لا. سلام پسرم. سلام. به به چه خونه شده عین دستگل. باری کل علی آقا خفه نباشی.
هستم بابا. چی گفتی؟ هستم. یعنی خسته؟ آره خیلی. نوکرتم هستم، پاشو بریم بیرون یه گشتی بزنیم، شامی بخوریم، خستگی دره. چیه علی؟ ازم دل خوری؟ به اندازه یه دنیا. آخه چرا؟ مگه تو همیشه من نگفتی مرد باید رو راست باشه؟ چرا؟ مگه نگفتی مرد به هر کی دروغ بگه به رفیقش دروغ نمیگه؟ چرا؟ مگه نگفتی ما دوتا این دوتا رفیقیم؟ چرا؟ پس چرا به من دروغ گفتی؟ دروغ؟ مادر من کجاست بابا؟ من که بهت گفتم علی؟ کجاست بابا؟ دلم نمیخواد به هم دروغ بگی، نظر رفاقتمون به هم بخوره ها. یه دفعه که بهت گفتم اون مرده کی؟ وقتی میخواست تو رو بذارت. تو دروغ میگی، پس این چیه؟ تو که میگفتی هیچ عکسی از مادرم نداری. کی میگه اون عکس مادرته؟ اینها این پشت چی نمشته؟ بشه ساکت شدی؟ میخواد سر فخری خانمو صدا کنم واسه تو هم بخونه؟ خودم واسهت میگم. نوشته تقدیم به همسر عزیزم، تاریخش هم مال 4 سال پیشه، یعنی وقتی من 2 ساله بودم. پسر فخری خانم حسابش درسته، پس تو به من دروغ گفتی بابا، مگه نه؟ اگه میخوای رفاقتمون سر جاش باشه، راستشو بگو مادر من کجاست؟ چرا حالیت نیست بچه؟ اون مرده، تو مادر نداری؟ ببین پسرم، من مخصوصا بهت گفتم مادرت سر زا رفته که تو زیاد ناراحت نشی، وگرنه من به تو دروغ نمیگم. از وقتی نقشو دیدم دلم خوش بود که مادر منم زنده است. یه روز منو بغل میکنه و بهش میگه مامان. علی بغض نکن، من که نمردم. از بابا فردا منو ببر سر قبرش. باش. از قبل مامانم کجاست بابا؟ اونهاش اونه. یعنی مامان من الان زیر این خاکا خوابیده؟ الهی برات بمیرم مامان جون. تو به اون جوونی، به اون خوشگلی، آخه چرا مردی؟ چرا ما رو تنها گذاشتی؟ تو که نمیدونی تو خونه چقدر جای تو خالیه. حالا من هیچی، بابای دوزلکی ما بگو شبا از در کار میاد، هیچ کس رو نداره پاش بگو و بخندی. خیلی خوشگلی خوره. بیا بابا، بیا چند به مامانم بگو که چقدر دوستش داری، بگو که جاش خالیه. دیگه بسه بابا جون، پاشو بریم، پاشو. نه، من میخوام پیش مامانم بمونم، نمیخوام پر پاش بذارم. خیلی خوب، حالا بریم، بازم بیاییم، هر شب جمعه میاییم پیشش. حالا بریم. حالا بابا، از وقتی که شما برگشتید و مدیریتی کارخونه رو به عهده گرفتین، کارهای زیادی انجام شده که همه ما متشکریم. ممکنه خواهش کنم بفرمایید جلسه امروز برای چیه؟ میدونین، من بیشتر متخصصین خارجی رو از کار برکنار کردم. بله. و به جای اونا از متخصصین ورزیده خودمون استفاده. بله بله. با این کار نه تنها در کار تولید اشکالی پیش نیامده، بلکه محصولات ما 11 درصد بیشتر شده. ما تا آخر سال سعی می‌کنم تمام کارا به دست مهندسین و متخصصین خودمون انجام بشه. حتی با نصب دستگاه‌های جدید؟ بله بله، فقط اعتبار بیشتری لازم دارم تا با فرستادن کارگرای خودمون به خارج و دیدن دوره‌های تخصصی از دستگاه‌های جدید استفاده بیشتری بکنم و امیدوارم که موفق. تصویب اعتبار کار ساده‌ایه، ولی از راه درست باید به وسط برسه و این احتیاج به مدیریت کامل داره. منظور منو که می‌فهمید؟ بله بله، منظورتون رو فهمیدم. امور مالی کارخونه رو شخصا به عهده می‌گیرم و از وجود آقای سهرابم در جای دیگه استفاده می‌کنم. تصور نمی‌کنم سهراب خانم از من رنجشی پیدا کنه. خیلی خب آقایون، خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید.
متشکرم. بسیار خوب. از نظر با هیچ اشکالی نداره. بس شما خودتون برنامه رو تنظیم کنید. شما هم بفرمایید به کارتون بسید. بفرمایید. با اجازه شما. خواهش میکنم. بریم آقای. دست نداره مریم کجا با این عجله؟ کاری داشتیم. حالا میفهمم چرا پریشب دعوتمو به شام قبول نکردیم. باهوش شدیم. امیدوارم فهمیده باشی. آره، اول از مدیریت کارخونه برکنارم کردی، بعدم امور مالی را ازم گرفتی. حتما فردا میخوای بیرونم کنی، درسته؟ سهراب، بذار صاف و پوسکنده بهت بگم. فامیلی و روابط خانوادگی از کار و اداره یه مؤسسه جداست. من برای پیشرفت کارخونه هر کاری لازم باشه میکنم. باشه؟ شما مدیر و صاحب کارخونه هستی. امرو فرمید بارم. بازده بدید یکی دو کابیو را بازده بدید. خیلی بازده بدید. بازده بدید مریم خانو، پیداشو کردم. آقا رزا رو پیدا کردم. والله تو رو خود پیداش کردی؟ آره پیداش کردم. یادتو خود کجا پیداش کردی؟ روی کرایه های قد گرد دار داری. یه تو برم دو تومن بگیره. حتما بیزارم دو تومن بگیره. ببینم خودشو دیدی؟ آره یه بابا قرار اینو آینو ساعت برم سواق خونه از پسرم رسودتو بزنه. متشکرم، خیلی متشکرم. سلام بگردی زباب. الو، از وقت سیاه به رفت سفید زباب بدیدی؟ بله بله، خیلی متشکرم. خدا حافظ. سلام پدر جون. به به، سلام دخترم. به تبریک میگم، از موفقیتت خیلی خوشحالم. متشکرم پدر، با همه پیشنهادا موافقت کردم. اما ممکن ازت بپرسم چرا سهراب از کارش برکنار کردی؟ اون نمیتونست کاراشو خوب انجام بده. ولی دخترم، من برای آینده شما خیلی خواب دیده بودم. فکر میشدم وقتی از اروپا برمیگردی میتونیم با هم زندگی خوبی رو شروع کنیم. ولی پدر جون، من زندگیمو شروع کردم. زندگی من فعلا کار بعدم پیدا کردن بچه و شوهرم. چی گفتی؟ اون برای همیشه از زندگی ما خارج شده. زندگی شما ممکنه، ولی از زندگی من نه. من نمیتونم اونو رو فراموش کنم، همونطوری که شما نمیتونین منو فراموش کنین. ولی همون رضا بود که منو به این روز انداخت. همون رضا بود که منو گرفتار این صندلی لعنتی کرد. نه پدر، نه. من دلم گواهی میده که حقیقت چیز دیگه ایه. شاید رضا اون روزم بی تقصیر بود، چون شما نه به اون اجازه دادین حرفشو بزنه نه به من. من اون روز کورکورانه حرف شما رو اطاعت کردم، ولی امروز میخوام اونا رو پیدا کنم. میخوام شوهرم و بچه‌م و اون کسی رو که شما رو روی این صندلی نشون پیدا کنم، حتی اگه شوهرم باشه. ولی تو الان باید بهتر قبول کنی که رضا قصد کشتن منو داشت. نه پدر، رضا نمیتونه قاتل باشه، نمیتونه منو دوست نداشته باشه. اون تمام زجر رو تحمل کرد، بچه‌شو با نداری تو دامنش بزرگ کرد. این مرد نمیتونه قاتل باشه. پدر، من به شما ثابت میکنم. مثل اینکه شوهرشو پیدا کرده. تو رو خدا یه کاری بکن. آه خدا، میبینی قربان تو برم، وضع ما رو میبینی؟ تا کی آخه ما باید یه لایل غوز باشیم؟ ها میدانم، میدانم الان آه خدا میگد مردی حسابی، جوان نیستی که هست، خوشتیپ نیستی که هست، مداخل و مال سیربت نداری که داری. خب برو بگو خانم جان زن من میشی یا نه؟ بس منتظر اون بیاد بگوید شوهر من بشو. خدا جان، همه اینها درست، اما موضوع سر لحاف مولا نصرالدینه. تو یه قد جرأت با من بده، بقیه شما انجام میدم. تو بمیری میگم با خدا. سلام کلسم آقا، با ستاره حرف میزنی؟ نه، یعنی بله. سلام آبجی موقتی، قربان تو برم. کلسم آقا چرا موقتی؟ آخه ممکنه مامان جان شوهر بکند، اون وقت تو صاحب یه دنه بابا جان بشی قربان تو. وقتی که برادری حرام است. بله حرومه؟ بسی دیگه زهرا، کازم آقا شوخی میکنه. بیا بریم دیر میشه. کجا میخوای بریم؟ بابا این دوانه بریدم، نمک نداره، این برد سفیده. بابا ما میخوای بریم روزه. روزه؟ آخه قبول حق باشه، خدا قبول بکنه. این تماس دعا کنه، همه بارو میکنه. زهرا کجا میری؟
میریم روزه. راستی ما من که گیریم نمیگیره. خب نرو. چی شیره نرو پسر جان، تو چرا کور شیطان شدی؟ آخه باید دختره بره با عبادت خودش برسد. دختر جان حالا زوده تو را گریه بگیره، قربانه تو برم. وقتی به سن سال ما رسیدی با یک نگاه جگرسوز تو را گریه میگیره، درسته؟ برو بابا، گریه که کاری نداره، پیازو بگی جلو چشمات فوری گریت میگیره. آخ چه یاد گرفتم بریم ما رو بابا این علکی میگه پیازی بین گرانی رو که آدم رو چشمش نمیذاره، میخوره ویتامین داره. بریم زهراشون. یا با امید تو نه با امید خلق روزگار. چه؟ با چه یه بین کوچیکی دهن بین گوشادی؟ چه دیدم داری چرچق عباسی بازی میکنی خندم که اخ این دفعه اگه بخندی ها این بوسه گوشه تو رو اینقدر میکشم ها تر روی زمین برسی نمیخندی ها؟ جوام باز چیه مثل خروف جنگی افتادی به هم؟ این بچه سو داری ابو عبدالسامد بوزغاله ساخه. بیا بیا علی جون برو یه پاکت سیگار واسه من بگیر و مثل برق بیا. برو ببینم اول صبحی بچه بین کوچیکی اعصاب آدم رو دارم میکنه. سلام نه قربان، مگه اینجا توقف ممنوع است سرکار؟ بله منه سرکار، از مال شما سرکار. بله لبشو باز کنید صندوق آقا. بله خب برو در باز کن، ده چانه نزن روی سرکار، نمیشه زمین انداخت. سرکار میخواد ببینه ما زپاسی زنجیری چرخ این چیزا داریم یا نه داریم. بله برو باز کن. بفرما سرکار ملاحظه. بفرما بفرمایید ببینید. ملاحظه فرمودید قربان، ما رانندگان وظیفه شما همیشه سر جاش. این بسته چیه؟ مال شماست؟ بفرمایید بریم کلانتری. آخه من که کاری نکردم بیام کلانتری. آخه مرکم بیدیم. بفرمایید بریم آقا. آخه سرکار من باید بدونم چی شده. تو کلانتری معلوم میشه. چی شده زهرو؟ پلیس بابا چی گرفتین؟ یوه مموزه جناب سرکار، ممکنه یه دقیقه دست منو واکنی؟ بابا بابا نمیخوام پسرم منو با دست بند ببینه. خواهش میکنم، شما خودتونم بچه داری. خیلی خوب باشه. بابا بابا چیزی نیست بابا جون، یه نفر در حق ما نامردی کرده. پلیس یه چیزایی تو ماشین من پیدا کرده، حالا میخوان منو یه چند روزی با خودشون ببرن تا موضوع روشن بشه. یعنی میخوان ببرن سینجون؟ اگه چوره ببرن سینجون من از قصه میمیرم. ولی زود ولم میکنن، من نمیخوام کسی اشک تو رو ببینی. دلم میخواد مثل یه مرد همه چیز رو تحمل کنی. باشه باش. پس علی 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 خیالت راحت باش آقا رزا، اگه صد سالمون تو باشی هوایی پسرت دارم. من از بچت مثل چشمای من مواظبت میکنم. ممنونم کاظم، اول خدا دوم تو. که بکنده پسر جان آخه بده یا ابو خوش از گلوی پدر تو بره پایین. بد ما بریم بابای تو. آقا ببخشین. بله خانم. شما آقا رضا رو میشناسین؟ آره تو همین خط کار فکر میکنم همین جا باشه. اون هاشو ماشینشه. خب دیگه چی میخوای تو؟ برو دی بابا جان، برو قربان، برو به سید گفتم تو رو برسن. مواظب باش سر به سر با چند نیزاری شب یه ساندویچ میخرم. برو درسه گش خورده. آقا ببخشین جان. شما آقا رضا زاهدی رو میشناسید؟ به به سلام عرض کردم. ایریم فامیلیم، از فامیل ما زن نزدیک داریم. اگه راست میگین شما فامیل رضا هستید؟ والا فامیل که چه عرض بکنم قربان شما، ما با هم برادریم، منتهاش از پدر سوا از مادرم جداییم. من میخواستم ببینمش اون کی میاد. والا اون دیگه نمیاد. نمیاد؟ چرا؟
نمیدانم کدام بی پدر مادری براش پاپوش درست کردین و برده زندان. این تیپلک بچهش خیلی ناراحت. بچهش؟ حالا کجاست؟ والا همین الان اینجا پس... همون پسر بچه؟ پسر بچه که چه عرض بکنم، بگو یک مرد عین باباش. خب پس اون کجا رفت؟ والا رفت منزل، گفتم سید یکی از بچه اینه برسن. حالا رضا کجاست؟ زندانه. آره بی معرفت بد جوری به ما کلک سد. آقا تامس، آقا شو رسیدی. آقا رضا ملاقاتی داری. بچه هم پسرمه هلای فراش. فاطه چی اومدی اینجا؟ اومدم ببینمت. از کجا فهمیدی من اینجا؟ من خیلی وقته که دنبال شماها میگردم رضا. من همه چیزو فهمیدم، میخوام دوباره برگردم پیش تو و بچه. اونم به همین راحتی؟ خیال میکنی چه خبر زن؟ خیال میکنی شوهر و بچه اسباب بازی هن؟ یا کفش و لباس که هر وقت خواستی بپوشی و هر وقت نخواستی مچالشون کنی بندازی تو رخت جرکا؟ من اشتباه کردم رضا. پس حالان باید چوبشو بخوری. من و علی هر بدبختی تا حالا کشیدیم از دست تو کشیدیم. بسمونه دیگه، بسمونه. اینقدر بی‌انصاف نباش رضا. هر چی باشه من مادر بچه‌تم. مادر بچه من مرده، اینو به خودشم گفتم. اون سر قبر مادرش رفته، براش دیرجم کرده. نه نه رضا. چرا؟ واسه همینم نمیخوام هیچ وقت تو رو ببینه، چون اون وقت مجبورم واسهش تعریف کنم که تو چه زن بیمعرفتی بودی که من و بچه دو سالت رو سر هیچ و پوش بل کردی و رفتی. حالام زود بزن به چاک، چون ممکنه پسرم بیاد دیدنم، نمیخوام قیافه تو رو اینجا ببینه. سب کن. اگرم بفهمم پیشش رفتی و باش حرف زدی، قسم میخورم که میکشمت. نصیحت بکنم، اینقدر بهانه اینطوری نگیره با خدا، اذیت میکنم. آره بس نخور پسرم، واسه آدم از این چیزا زیاد پیش میاد، منتها مردونه که عین کوه جلوی همش وایسه. اون وقت اگه عین کوه وایسه آزادش میکنن بابا. چرا نکنن؟ زندون مال آدمای گناهکاره، من که گناهی نکردم. خب ببین بابا جون، هر چی خواستی میتونی از کاظم بگیری. نه ترس، اون درسش فوت آب قربان تو برم، اون جواز نگرفته همه چیز میگیره. وای با جوازم پیدا بکنه. آره بابا کاظم آقا خیلی مواظب منه، نمیذاره بهم بد بگذره. خب دیگه کاظم مثل برادر منه. راستی زهرا حالش چطوره؟ مادرش خوبه؟ آره بابا جون خیلی خوبه. از قول من بهشون سلام برس. با چشم، بروی چشمای قشنگ من خودم سلامت میرسنم. تو در مورد زهرا و مادرش هر پیغامی داری یا با خود من بده، من تلگرافی میشم میرسنم. تصدقه بفرمی وقت تموم. خب دیگه کاظم، جون تو جون علی، نزو بهش بد بگذاری. خیالت راحت باشد، با من میگن کاظم شنگول. من اگه شبا توی گرما بخوابم، ما این پسر تو رو توی یخچال میخوابانم. بله برات میوه آوردم میدم، اون سرکار برای تو بیارم. خدا قربان تو برم. بده بینم سود دره بکن. جوان مرده همچه دستور میدی، اینگر من نوکرشم. یلا برو بلا. چی فکری پسر خولمی؟ بینیشین. Thank you.
الله پیاده شو ببینم. خدافظ. آقا جان گوش کن، هر کسی که در زد در روش باز نمی کنی یا فهمید یا نه، هر کی در زد راش نمی دی مطلقا تمام باش. برو شبیه ساندویچ برای تو بخور. هم کمش حرف ساندویچ بالاخره می خواه. خدای من چیزت که نشد سر جون ها؟ چیزت نشد؟ یا با چیه؟ طوری شدی؟ دستت درد میکنی؟ نه با چی؟ نه؟ پس چی شده؟ چرا من اینجوری نگاه میکنی؟ شما میدونی شکل کی هستی؟ نه؟ شکل کی؟ اینه مامان من. شما بسیار خیلی خوشگلی. مرسی کوچولو، تو حتما مامان تو خیلی دوست داری. من مامان ندارم خانی، اون الان 6 ساله که مرده. میدونم. شما مامان منو میشناختی؟ آره پسرم، ما با هم دوست بودیم. چوره قرآن؟ آره. جون پس میتونی از اون باسم تعریف کنی مگه نه؟ خب آره حتما. پس بگو ازش تعریف کن. چون خود هر چی دیگر بس میدونی بگو. مگه بابات ازش برای تعریف نکردی؟ نه، یعنی من خودم نمیخوام یادش بیفته. مامانم خیلی دوست داشته، مامانم خیلی زن فداکار خوبی بوده. بابا میگه فقط مرد میتونست اون از بچه هاش ورش جدا کنه. بابا ترس میگه اون شماها رو از جونشم بیشتر دوست داشت. کجا بودی علی؟ من که از دلشوره مردم. جون تو منم همش دلم واسه تو شور میزد مگه نه خانم؟ آره راست میگه، شما زهرا خانم هستی؟ بله. علی همش میگفت که ممکنه شما دلتون شور بزنه. ای خود من دوستای مامانم زهرا، نمیدونی چه چیزایی از مامانم میدونه. راستی؟ نمیدونی چقدر خوشحالم پدر، وقتی اونو بوسیدم دلم میخواست داد بزنم و بهش بگم علی من مادرتم، مادرتو نمرده. چی میگی پدر؟ اون بچه منه، یعنی نوه شما. پدر اگه یه خورده فکر کنین به من حق میده. 4 سال روی این صندلی نشستم و فکر کردم. تو این مدت تنها کسی که مونس من بود فخری بود و سهراب، همون کسی که تو از کار برکنارش کردی. شمام که براشون جبران کردین، 200,000 تومان کسری سهره رو بهش بخشیدین، فخری خانمم که وارث نصف ثروتتون کردین، بازم طلبکارن؟ فخری حقش بود. پس من چی؟ من هیچ حقی ندارم؟ حق اینو ندارم که با بچه‌ام زندگی کنم؟ نه پدر، من تصمیممو گرفتم، اگرم شما مخالفت کنین من از این خونه میرم. حالا کار به جایی رسیده که سر من داد میزنی؟ نه پدر، من داد نمیزنم، من دختر شما، علی هم نوه شماست. شاید وقتی اونو دیدین قبول کنین که اون واقعا شایسته شماست. خواهش میکنم پدر، من این چند ساعتی رو که ازش جدا شدم برام مثل چند سالی. میخوام زودتر برم ببینمش و بغلش کنم و بهش بگم علی پسرم. Who does
میره. کاش که غم با دلی هم خونه نشه، خونه امیدی ویرونه نشه. کاش که غم با دلی هم خونه نشه، خونه امیدی ویرونه نشه. کاش که دیگه تو چشم آدشت حسرت نبینم، بازم مثل گذشته کنار تو بشینم. چرا نیومد؟ میاد بابا جان، میاد. منزل امی بندو جناب علی اینجا نیست که زود بیاد. جیون اونه هاش اومد. خیلی خوب. سلام. سلام. سلام پسرم، حالت خوبه؟ قربونت برم الهی. اوهی بابا خوبم. میبینی واسه چی آوردم؟ چی هست؟ دیپوشه با شورت سیگارم هست. خودت خواسته بودی؟ آره، ولی نگفته بودم بخری. پول از کجا آوردی؟ از قلکم بابا، قلکم رو شکستم. مردم واسه بابا. ایشالله همین روزا خلاصم میکنن، میام بیرون همش واسه تلافی میکنن. ببینم کازم، من که بهت نگفتم نظر علی تنها بره بیرون؟ ره بابا جان، این بوزغاله عبدالصمد سری ابلیس و کوله میزرد. من که وای تو تا اینجای من رسنده، تو که نیستی ببینی چی میگونه. آره میدونم، ولی نمیخوام تنها از خونه بره بیرون. میترسم اونایی که واسه من کلک جور کردن یه بلایی سرش بیارن. مواظب باش آدم غریبه تو خونه رفت آمد نکنه. حواسم جمع قربان تو، بچه که نیستم. این تابلت چیه میزنی عمو؟ مقررات جدیده آقا جان. جناب علی گفتم ما اطاعت کردیم، هر کسم بالخراف دفتر بکنه دا پایین میزنم فیلم. خب بخون ببینم چیه. آها، ماده یک، ورود اشخاص متفرقه اخیدن ممنوع. متفرقه کیه؟ یعنی بغیر از منو تو و زهرا و مادر زهرا هیچ که حق نداره وارد این خانه باشه. آها ماده دو، خروج اشخاص متفرقه بدون اجازه من ممنوع است. خب شاید مهمون داشته باشی. مهمان بی مهمان، از این ساعت به بعد هر که بخواد وارد این خانه باشه ده باید از من اجازه کتبی داشته باشه. علی، علی، اون برمه اومده. اخ جون، کده بکن کردی. چه وایسه ببینم جغل اون خانمه کیه؟ جریان چیه؟ حالا دیگه از من بنهان میکنی؟ سیکرته. سیکرته؟ ما توی خانه سیکرت پیکرت نداشتیم. نکنه به قول آغرزا آمدن یه کلک تازه سوار بکنن. ها همچین با این میذارم توی ملاجش که سیکرت پیکرت فراموش بکنه. یلا بریم، یلا. خب بگو ببینم حال بابات خوب بود؟ آره، ولی من ناراحتم که موضوع شما رو بهش نگفتم. آخه اون چرا نباید بفهمی شما اینقدر به من محبت میکنین؟ به خودی خیلی خوشحال میشه. ایشالله وقتی بابا تزرندون اومد بیرون همه چیزو میفهمه. ای پاسه تو کجا رو بگی؟ علی امو پوزن بهتون چیزی گفت ناراحت نشین. یه خود سیموش قاطیه. بله، وقتی که نخو چیپ با کشمش قاطی میشه خوشمزه تر میشه، میتونی؟ بله بله، بابا با دندانت نچست. سلام کازم آقا. سلام از بندس خانم. به به به، بفرمایید خانم کی باشن؟ شانس آوردی قبل از تابلوی ورود متفرقه ممنوع است آمدی. کازم آقا، خانم متفرقه نیستن، خودی هست. پس باید برای خانم پرونده ورودی مخصوص درست کرد. دو تا عکس سی در چهل، دو تا رونوشت سیجل احوال، دو تا برگ سوء پیشین و حازیمه و غیره و غیره فوری آماده کنی. ببخشین. بله کازم آقا. جانم، میتونم با شما چند کلمه خصوصی صحبت کنم؟ خصوصی بینه در عمومی نباشه. نه خیر، خصوصی. بفرما جان، بفرما. باور کنین جدی میگم. علی یه وقت دعواشون نشه. نه بابا، کازم آقا اهل دعوا نیست، همش دور برمیداره. ببریم تو. پس شما مادرش هستی؟ بابا ای بولا، عجب ناغلاییه. همین آقا رزخانه میگم. آخه با من گفته بود به جان شما روم به دیوار، زبانم لال، زبانم لال، شما فوت کردین. من؟ بله، حالا معلومه که فوت کردین. ولی من اینه میگم، این علی نامر که جریانه با من نگو. علی نمیدونه، بهش گفتم من دوست مادرشم. آخه میدونین یه جریانایی هست که بعدن براتون میگم. جریان اختلاف شما و آقا ریزه؟ بله، مگه شما میدونی؟ او از سی تا پیاز چون نقل کری میده. ما به خاطر یه سوء تفاهمی که پیش اومد از هم جدا. ولی من اینه میگم، این علی نامر که جریانه با من نگو. علی نمیدونه، بهش گفتم من دوست مادرشم. آخه میدونین یه جریانایی هست که بعدن براتون میگم. جریان اختلاف شما و آقا ریزه؟ بله،
مگه شما میدونید؟ آه سیر تا پیاز چون نوبلجونی میده. ما به خاطر یه سوء تفاهمی که پیش اومد از هم جدا شدیم. حالا من دارم ترتیبی میدم که بازم آشتی کنم. خدا روش. امروزم اومدم با اجازه شما علی رو چند روزی ببرم پیش خودم. چی شد؟ ببری علی رو ببری؟ مگه میشه؟ من جواب عارضه رو چی بدم؟ ببینین خواهش میکنم. من الان مدت هاست که از اون دور بودم. تو رو خدا اجازه بدین بیاد. خواهش میکنم. باشد بابا. باشد من طاقت ندارم ببینم با چی از مادرش دور باشد بابا قربونشم علی بابا جان هر کسی هم حرف بزنه همچی میزنه مثل بزغاله به دیمار با چی اسپاد کازم آقا جانم چیه کازم آقا چی شده ببین پسر جان پرونده و مدارک خانم تکمیل شده حالا خانم از خود ما هستن اما دیگه چند روزی شما رو بردارم ببرن تا شیخمی از ازد در بیاری چطوره دلم میخواد فلی و خیست به هر روز خب عوضش ما هر روز میاییم بهش سر میزنیم باید میاییم آقا یه دقیقه سب کنیم تا خیالش از بابت زهره قرص نباشه نمیتنه جایی باید من نیستم زیاد تو کوچه موچه نهی یا باشه هر کیم اذیتت کرد وقتی اومدم به هم میگه خیلی خوب بیا اینم خرجه این چند روزه دیگه کاری نداری؟ نه علی چه مشتی ها رفتم خدا خدا بفر بید خارم اینجا خونه چینه؟ آره عزیزم ببین تو پول بله خارم اونها رو ببر بذار بالا خارم سو وایس تو پول میگم خوبه که اینو خوراکی نیستن و وگه نه الان همه سو تو شکم تو بوده گوش بخوره چه بارا یودو اینجا رو نگاه عجب جای خوشگلی پسر سلام آقا سلام پسرم بیا علی جون این آقا پدرمه سلام آقا حال شما خوبه؟ آره پسرم علی علی بده من رو بابه سلام بازم سلام دوباره سلام علی جون این خانم زن بابام هست پس این خانم مامای نه زن بابام هستن ها یعنی زن پدرته وای چه بهش میاد من از زن بابا خیلی میترسم آقا هر کیم به بابام میگه زن بگیر بابام میگه نمیخوام علی زیر دست زن بابا بزرگ بشه حالا شما زیر دست این خانم بزرگ شدید نه علی جون این خانم فقط 5 ساله که با پدرم ازدواج کردم پس شانس آوردین خب حال شما خوبه؟ من حالمو به بچه های بیادب نمیگم چه پرو؟ بیادب اونایی هم که جواب سلام کوچیکتراشونو نمیدن سلام سلامتی میاره خانم خود نکرده من مهمون شما بیا دیگه علی جون بیا چه تو اینجوری هره کره میزنی؟ خب حرف خنده دار زد منم خندیدم دیگه خب بیا اخ جون چه همومی کش بابا من اینجا بود و شما میشستینش خانو چرا من؟ آخه شما خوشگل ترین دلاتی هستی که من تو عمرم دیدم راستی شما مشتمالم بلدین بدین نه عزیزم به همون که بی مشتمال مزه نداره ایشالله دفعه دیگه حالا زودتر حاضر شو باید بریم شام بخوریم شما باشین آقایی که من باشم گفت خب به مادر من پوش دادی بگیر کارا کرو اینجوری گذاشتم پس گردنش یه آخ گفتم بیرون خب خب با چون شما از اون به بعد تو محل همه حساب کارتون رو کردن فکر نکنین به کسی زور میگیم نه بابا منتهاش من و بابام یه عادتی داریم که خیلی غیرتی هستیم میدونین که گلا خیلی خوش اومدین ربابه شامو بیار اینجا انگار تو این خانم نیاد شام نمیدن نه؟ نه دیگه این خانم زن خونه است باش میگم ها رو زمین میشستیم خیلی بهتر بود شما خیلی علنگ و لنگ دارید بفرمایید 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 خورمان بفرمایید خانم گفت و خوب و خوب جا با خانم
سیون آبگوش داری؟ آبگوش نیست، این سوپ عزیزم. ما بهش میگیم آبگوش. ببینم پیاز نداری؟ چرا الان میگم برات بیاری؟ تو پول؟ رو تسرم خارم زورمی الان برات رو بیاری؟ چرا درست نمیخوری؟ مگه دوست نداری؟ بیا آخه نمیشه حضرت آقا. چرا؟ من قدم نمیرسه. خب هر جون راحتی بخوره عزیزم. با اجازه. بفرمو منگو ما عکاسی واسه ما جست میگیره خدا از قضا خوردنم میفته خوشم خدا نصیب هیچ مردی نکنه آقا شما چجوری با این زن سر میکنی خانم دست پسرشو گرفته آورده اینجا فردام نوبت شوهرشه خیال میکنم تا رضا بخواد از زندان بیاد بیرون من کار خودم رو کردم تو سعی کن مداری که من از گرامیان بگیری مداری؟ آخه چطوری؟ نوبت تو سارا حالا میام با اون زبونی که مریم رو از شوهرش جدا کردی گوش کن به بچه هم مهربونی کنم فهمیدی؟ بارون تو از قول من توی بهش به مامانم سلام برسون و بگو علی گفته روزشاسی دوستت ماهه خدایا بابامم زودتر از سینجون آزادش کن آخه تو که میدونی اون چقدر مرد خوبیه خدایا من بابامو از تو میخوام مادرمو که ازم گرفتی حقلا بابامو بس بده آخه حساب نیست من به این کوچیکی نه پدر بالای سرم باشه نه مادر خدایا زهرا را مثل من نگردون ما همدیگر رو خیلی دوست داریم خدایا یه کاری کن تو آخر عمرمون با هم باشیم هیچ وقت هم از همدیگه جدا نشیم منظورم بود که میدونی چیکه خلاصه هوای ما رو داشته باشیم سر گذاشتم بر زمین این زمین نازنی کس نیاد بالین من غیر از امیرالمومنین سلام مامان جونم اون دفعه که اومدم پیشت بابام با هم بود ولی حالا نیست بردنش اینجو بهش تهمت زدم اگه تو زنده بودی شاید میتونستی واسش یه کاری بکنی ولی اون حیوانی الان هیچ کیو نداره فقط منو داره که منم کاری از دستم برنمیاد تو زگه مریم خانم دوستت نبود من از تنهایی میمردم این مریم خانم ماه مامان وقتی بغلم میکنه مچم میکنه چشمامو میبندم و تو دلم میگم مثلا جویی آخه چی میشد اگه تو زنده بودی چرا نباید من مادر داشته باشم از بس بچهای مردم با مامانشون دیدم و حسرت خوردم دیگه خسته شدم آخه مگه من چی کار کردم
بودم که تو بچگی من اینقدر عذاب میکشم. بابام که تو زندونه، مادرم که مرده. علی بس دل من تو این دنیا به چی خوش بازه؟ علی جونم، مادر تو نمرده، این تو قبر مادر تو نیست. چی گفتی؟ گفتم مادر تو نمرده، بابات به دروغ گفته. مگه میشه؟ آره تو مادر داری، اینه همه یه بچه هایی دیگه. پس اون کجاست؟ پس چرا نمیاد پیش من؟ اون اومده، اون الان پیشته. تو مامان منی، تو مامان منی. میتونستم به خود ترین دلم میتونستم بوی تنه جادمه بغل کردنه ماش کردنه همش یادمه. امو کازم مامانم پیدا کردم اینو هسته مامانه. آره جونه تونه بیره خول شدی مگه باشه. سلام خانم. بهش گفتی شما؟ آره کازم آقا، دیگه نتونستم طاقت بیارم. زود باشه امو کازم، یه بره پیش بابام، اگه اونم بفهمه خیلی خوشحال میشه. ها نکنن بریم. یه دقیقه بیا اینجا کازم آقا. به چغل وایسه بینم. ببین این پولا رو ببر و ضمانت رضا رو بکن که از زندان آزاد بشه. فقط ازت خواهش میکنم نفهمه که من دادم. چشم سعی میکنم نفهمه. زمنان میدت نره، فردا با زهرا بیا این منزل ما، برا علی مهمونی گرفتم، حتما بیا اینا. خدا حتما خدمت میرس. علی تو داشبورد چیزه پنجره که صندوق عقب تاب سویچ گرم سویچ گرم کجا نمم به چی چی شده چیه؟ چرا چچه پته میکنی؟ طوری شده؟ جون رضا بگوینم علی کجاست؟ والا چی بگویم، خانه است برر حالا. تو چرا نراحتی؟ رفتم منزل اون خانمه. بابا اصلا پیش مادرش. خلاص مادرش؟ بالاخره کار خودشو کرد. تو چرا گذاشتی بره؟ چرا؟ باز زورت به زنانه نرسی سر منو بدبخت داد میزنی. خب اون مادر اونه دیه بره، اگه پیش اون نرد بره بشین ننه ایمان بده من سویچو پیش ماشینه. چی میخوای بخونی؟ میخوام پسرمو پس بگیرم. چاچه گرفتاری بابا پسر بدر موخی نشیش کار میکنه. رم آقا جم مندر جامو زشتی خور من اقاله من ابا چی بره منزل آقا جم بدبختیم منا لعنت این فولا. آقا رزا سلام. سلام. اگه به هم مجده بدین یه خبر خوشی بهتون میدم. باشه بگو ببینم. علی مادرشو پیدا کرده. شما خوشحال نیستی؟ چرا خیلی هم خوشحالم. امسال هم جشن گرفته، همه ما رو دعوت کرده، شما هم که میان. نه من کار دارم. ای با علی ناراحت میشه ها. میدونم زهرا جون، خودم باهاش صحبت میکنم، تو هم بهش نگو که منو دیدی. خب باشه، حالا برو خودت آماده کن. خوشحال بود پدر، از بس امشب شیطونی کرد سر شب خوابش برد. علی کجاست؟ رضا پسرم کجاست؟
چی کارش داری؟ خوابیده؟ یالا زود حاضرش کن، میخوام ببرمش. گوش کن رضا، ما حرفی نداریم که بزنیم، بچه ما پس بده، میخوام ببرم. بچه منم هست. بود ولی حالا دیگه نیست. نه تو نباید اون از این خونه ببری. تو یه دفعه اون از این خونه بیرون کردی، حالا اون دست منه که بمونه یا بره. گوش کن رضا، من کم آقای گرامیان، شما هر چی باید به من بگین گفتین، ولی من میخوام راجب اون بچه حرف بزنم، راجب نوه. نوه؟ مگه شما احساسی هم به نوتون داری؟ رضا خواهش میکنم. آخه منطقی فکر کن، من 4 سال پیش به تو گفتم از این خونه برو بیرون. خیلی خوب، اون موقع این بچه به چی احتیاج داره؟ به 4 تا کهنه، 2 دست لباس و 1 بطری شیر. ولی حالا چی؟ من این حرفا سرم نمیشه. تو داری اون از بین میبری. نظام، تو چرا متوجه نیستی؟ اون بچه باهوشیه، اون زندگیش باید حساب و کتاب داشته باشه، باید مدرسه بره، معلم داشته باشه، مربع باشه. تو اینا رو میتونی بهش بدی؟ تو میتونی این مخارج سنگین و کمرشکن رو تحمل کنی؟ نه مسلمه که نه، تو نمیتونی، تو یک کارگر ساده ای. دیگه گذشته آقای گرامیان، گذشت اون زمانی که فقط بچه های امثال شما میتونستن بهداشت و مدرسه و معلم داشته باشن. درسانی اون بچه منه و هر طوری دلم خواست بزرگش میکنم. تو رو خدا اونو نبر رضا، من اونو خوشبخت میکنم. اصلا خودت هم برگرد پیش ماما میتونی. بسته دیگه، من حوصله شنیدن این حرفا رو ندارم. رضا خواهش میکنم، من میدونم که بد کردی، میدونم که تو چقدر زرش کشیدی تا اونو بزرگ کردی، ولی منم مادرم، من بچه‌مو دوست دارم. خواهش میکنم رضا به من نگاه کن، ببین من به پات افتادم به خاطر عشق یه مادر، به خاطر سعادت خودش. اگه اونو دوست داری بذار بمونه. باشه. تو بردی. چی کار میکنی؟ میخوام بیام پیش تو. اما من دیگه نمیخوام با تو باشم، برو پیش مادرت. چرا؟ مگه دیگه منو دوست نداری؟ نه دیگه دوستت ندارم. اما من تو رو خیلی دوست دارم، از جونم هم بیشتر. بس دیگه، برو راحتم بذار، من از تو متنفرم، من دیگه بابای تو نیستم، میفهمی؟ برو پیش مادرت. خیلی خوب، اگه دوستم نداری میرم، اقلا بذار یه ماچت کنم. کجا رفته بودی؟ مگه نخوابیده بودی؟ چه دالی جون؟ آخه مگه من چی کار کردم؟ چرا نباید هیچ وقت خوشحال باشم؟ وقتی بابا داشتم مادر نداشتم، همیشه باید قصه بخورم، حالا که مادر دارم بابا ندارم، آخه مگه من چه فرقی با بچه های دیگه دارم؟ نه علی جون، تو هم پدر داری هم مادر. نخه ندارم، شما میخواید منو گول بزنید. بابام گفت من دیگه بابای تو نیستم، منم نمیتونم بدون بابام زندگی کنم. مامان آخه شما چرا اینقدر فکر خودتونی؟ تو میگی من چی کار کنم مادر؟ هر کاری تو بگی من میکنم. من میگم تو بابام باید آشتی کنیم، باید با هر سه تاییمون با هم باشیم، فهمیدی؟ آره میفهمم، من از خدا میخوام، من بابا تو دوست دارم، دلم میخواد یه خونه بگیریم و سه تاییمون با هم دیگه زندگی کنیم، من بشم زن خونه، اونم بشه مرد خونه، این چیزا وقت میخواد علی. Thank you.
سلام زهر. ببخشید آقا رضا، خیال کردم علی برگشته. اون دیگه بر نمیگرده، اون رفته پیش مادرش. چرا؟ مگه شما اونو دوست نداری؟ من این حرفو نزدم. من اونو از جونم هم بیشتر دوست دارم. چرا گذاشتین بره؟ آخه میدونی اون به مادرش بیشتر احتیاج داره، همونطوری که تو احتیاج داری. درسته، ولی شما باباشی. من میدونم بی بابایی چقدر سخته. اون هنوز نمیدونه. ناراحت نشو دخترم، علی که برای همیشه نرفته. اون ماها رو، من و تو رو، کاظم و هممون رو دوست داره. اون باز بر میگرده. بفرمایید، خواهش میکنم. واسه ما یه بدبختی شده ها. آهای سفر بوده، بیاد با من کمونه پسر این سفر. بفرمید 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 بفرمید. خب دیگه من باید برم سر کار. مواظب باش کنار استخر نری. یا خب نه پس مامان، من از استخر مستخ بی خیالش به سرت وارده. خب برو سوار شد. بفرمایید. زود برگردی یا؟ باشه علی جان، سعی میکنم زود برگردم. خدافظ عزیزم. خدافظ. بای بای. خدافظ. مثل سابق به ما نمیرسید سارم. خودت که میدونی واسه من مسابقه خیلی فرق کرده. آکه هچ بابا، آخه ما هم خرج داریم. چند ساله که دهن اونو بسته، ما چیزی نگفتیم. در عوض این چند ساله مرتب بهت پول دادم. من دیگه خسته شدم. لطفا بگین سهراب خان بیاد پیش من، بعدن هم با آقای رضایی بگیم بیاد. سلام مریم خانم. سلام. من در احسار فرمودید؟ آره. چرا اینجور اداری داری حرف میزنی؟ مثل اینکه از دست من ناراحتی. فکر میکنی من دارم با تو لجبازی میکنم؟ نمیدونم،
نه تو داری اشتباه میکنی. فعلا برای موافقت هیئت مدیره و تصدیق بار لازم بود تو رو برکنار کنم، چون وقتی با تو که فامیل من این کارو کردم بقیه حساب کار خودشونو میکنن، اما تو زود برمیگردی سر کار اولت، مطمئن باش. به شرط این که مثل بقیه حرفات نباشه. با اجازه بفرمایید. سلام عرض. سلام. بله بله، بهتون قول میدم که ترتیبشو بدم، شما اصلا ناراحت نباشین. بفرمایید سر کارتون، بقیهش با من. متشکرم. چکرم مخلصم، مخلصم چکرم، مخلص شما. با بنده فرمایشی داشتین؟ بله. با کمال تأسف باید بگم که شما از امروز اخراجی. اخراج؟ آخه واسه؟ واسه اخراج؟ آقای سهراب تقاضای اخراج شما رو کرده همین الان. نگفت چرا؟ والا نمیدونم، میگفت تازگی ها وراجی میکنه، مساعده میخواد، به بهانه های مختلف ازم پول میگیره، کارگرها رو دعوا میندازه. میگفت مدرکم ازت داره. مدرک؟ ما خودمون یه عمر مدرک داریم جمع میکنیم خانم. چهار سمو بستم و چیزی نگفتم، حالا منو بیرون میکنم بهش نشون میدم با کی طرفه. چه مدرکی از اون داری؟ وقتی شما نبودی خانم من دیدم، با این دوتا چشای کور شدم دیدم باباتونو این نامرد هلده تو ماشین کارخونه. حالا میگه مدرک دارم. باور بفرمایی با مدرک ثابت میکنم، اگه مدرک نداشتم که به همون پول نمیدم. تو حاضر این حرف رو توی دادگان بگی؟ آره که میگم، چرا که نگم. نوکر شما هم هستی خانم؟ بیا فعلا اینو بگیر، بعدا بازم بهت میگم. قربون دست شما برم همه جوره. مواظب باش سهراب چیزی از این جریان نفهمه. جمال شما رو خیالتون تخت تخت باشه. اگه همه چی ثابت شد پاداش خوبی پیش من داری. پاداش نداره ما در فقط سعی کن سهراب چیزی نفهمه. نه خیر قربان، اگه شما هم گفتین باز ما نمیگیم. فعلا با اجازه شما برم. قربون شما برم. با اجازه. دیدین پدر، دیدین من راست میگفتم، دیدین همه کرا زیر سر سهراب بود. بیچاره رضا. به جون خستم بازم تب به به خوش اومدی. شما کجا اینجا کجا؟ حالا دیگه با ما. بله احمق میفهمی چی داری میگی؟ تو بانه چی گفتی؟ همون رو چند ساله نگفتم تا تو آقا شدی، رئیس شدی، دنگ و فنگ رو انداختی، بعد دیگه داداش حالا نوبت ما. ولی من که هرچی پول در آوردم دادم به تو احمق. دتش بابا ای والا ضرر نکنیم مرد حسابی، همه پولایی که به ما دادیم حالا پیشخس گرفتیم. آدم یا باز شریک دوز باشه یا رفیق غافله. حالا تو رفیق غافله ای؟ ده بله، پول که میدن، ریاست که میدن، از ما چه میخوان؟ حقیقت. بریم تو دادگاه و بله دیگه، یعنی خداییشو بگیم که ما قصره. ولی تو این کارو نمی کنی چون با من طرفی. دیگه گذشته، آخه ما پیشخست گرفتیم، زبونمونم واش شده. زبون نمی بارم. Sure.
شده. بیا اینجا دخترم، زودتر بیا. ملک پدر، اون کارگر کشته شده. نه، این غیر ممکنه. اینم کار سهراب پدر. فکر نمی کنم سهراب اینقدر احمق باشه. شما خیلی خوشبینین. میگم اگه مدارکی که از سهراب دارین روش اقدام بکنین، به خواهرشم بگین از ارث محرومش میکنین، این خیلی مؤثر میتونه باشه پدر. وقتی پای پول و ارثیه به میون بیاد، اونا ساکت نمیمونن. من این خواهر و برادر رو چند ساله که میشناسم، چشم اونا فقط دنبال پول شماست. شما اگه این کارو بکنین، مسلما از خودشون عکس العمل نشون میدن و همین برای ما کافیه. بعدم نگفتی اگه فخری هم تو این جریان دست داشته باشه، قسم میخورم که از خونه بیرونش کنم. خود باش گاز بده بیا خانم. خود نظرم خود ها برکنم. حالا دور میزنه بیگه زیر تونل باقا برکنم. نه نمیشم دو بیگه. آره برم دوست چه برو گوشی دستت. برد زلا اومدم بابا. بیبی تو بازی کن با علا بیا. اومدم خانم. بله خانم بفرمی. ده علی بگو با تلفن صحبت کنه. باباشه. یا لزود باش. باشه خانم زود. سلام آقا رضا، گوشی رو داشته باشید. آقای علی آقا. بله. تلفن شما رو میخوام. کیه؟ فکر میکنم پدرتون باشه صحبت کنید. جون بابامه. الو بابا جون. یه دو داره گیرم. چه برو کنار دیگه. بابا چه چهرش. پرو. بچکره یه. سلام بابا. سلام پسرم. حالتونه؟ کجا چرا عوض شده؟ چیزی نیست، سرما خوردم. الهی قربونت برم بابا جون، دیگه از دستم ناراحت نیستی؟ نه پسرم. بس کی میای اینجا؟ دلم بسن یه ذره شده. منم همینطور علی جون. من تلفن کردم میخوام با مامانو داشتی کنم. توی قرآن؟ آره چرخ و زیر سر داداش بود، دزدی کرد، منو به این روز انداخت، آدم کشت و خدا میدونه چه کارای دیگه اینا کرده. ولی تو اشتباه میکنی، سهراب بیگناهه. من اشتباه میکنم؟ برای من از روزم روشن‌تره. مامان چیه باید کار دیرم؟ بیو ببینم بسته دیگه. الان بابام تلفن کرد. خب چی گفت؟ اون همه چیو فهمیده، میخواد باید آشتی کنه. راست میگی؟ خودش بهت گفت؟ آره گفت که بری پلوش، الان منتظره چی؟ خودش گفت. اومده اینجا چی کار؟ برو بیرون، ولم کن. بچه ما ازم گرفتی، زندگی ما جهنم کردی، دیگه چی میخوای؟ بابا کجا؟ آخه مامان چی کجا بری؟ مگه تو نمیخواستی با من آشتی کنی؟ من با تو آشتی کنم؟ آره خودت به علی با. نه من نگفتم برو ولم کن. چه خبره؟ بره دادی بیداد تو هفتر محله را خبر کرده. آخه قربان چرا بوقو کر نگرفتی؟ من گوشتو میکشم. همش تقصیر تو و علیه. بابا با من چی مربوط است؟ آخه بابا چه بدبختی داری؟ از زور تو به زنانه نمیرسون به یقین من چسبیدی. ببینم مریم خانم، علی خودش به شما گفته بودی ها؟ بله کاظم آقا، علی خودش گفت بابام تلفن کرده گفته بری ببینیش. ببینم حتما کلک ملکی تو کار بوده ها؟ نبوده؟ کلک؟ نکنه سهراب خواسته من از خونه برم بیرون برای سر بچم بیاره. سهراب؟ اون چی کار به علی داره؟ باعث تمام بدبختی های ما سهراب بود رضا. پدر امرزیده چرا مثل ماس وایسادی رابیو برو رستم بردر بازم پدر سهراب در بیاره. کازم آقا. جان کازم آقا، ها قربان. منم با خودت ببر. چشم. الهی که خودم پدر تو باشم، خودم کازم شنگور. بیا بریم. کس خواه نیست؟ نه رو ببرم آخست. گرامیان کجاست؟ تو اتاقی کارشه. بله مرگم درست گفته. وصیت نامه رو باطل کنی. تصمیم گرفتم مقداری از ارثمو به نفهم بدم. بله ولی من قبلا شناسنامی تو رو باطل میکنم. چی به تو گفت بیا اینجا؟ خودم. خودت؟
کاری نکن که تو خار تو بی آبرو کنم. ولی من قبلا این کارو میکنم. همین رفتار تو به قول خودت از من یک دوز یک جانی و یک آدم کش بارا برد. ای بی چشم رو چقدر در حق تو خارت خوبی کردم. اگه من نبودم الان تو خارت گوشه های شوهرم تی بس دیگه بر راجی نکن. مداره که بده من دهن منو باز نکن. الان به پلیس اطلاع میدم. با کدوم پا؟ اگه کوچکترین حرکتی بکنی یه بلایی دیگه هم سرت بیارم. از تو؟ بله من تو رو این صندلی نشوندم. من رضا رو زندان انداختم. من زندگی مریم اصلا پاشیدم. من اون کار گره رو کشتم. برای چی؟ برای اون چیزی که تو داشتی و من نداشتم. حالا دیگه نوبت منه. مریم تو خور علی مریم رفته پیش رضا جونه. فقری هم منتظر نشه تو رو براش ببرم. نه مداره که میدی یه از پیلا به نظامت پایین. زلا مداره شده من کنبار کنار باش بده بگردم این نظامت پایین. علی برو کنار. بابا با آشناست؟ خب بی بخار آدم. آدم آشنا رو میزنه وقتی رفت کلانتری که زود رضایت بگیره. بیا بودا دیگه باید شد با اجازه شما اجرتش رو بده. آقای ما خاطر دادم تعقیبش بدیم. شما بازداشتین. فخری خانم کدوم یکی از این خانم ها هستن؟ ایشونم. بفرمایید بازداشتین. بفرمایید. زبیده خانم هم اینجاست. بفرمایید. این طور ندیگر. خدافز. خب مثل اینکه سرکت شیب برده جنگ زبال بلنشو. بله؟ بلنشو ببینم دفاع نباید بکنیم. من مثل یک گیلانم. نمیدیم چیکار داری کنیم خودیه. رضا من به تو مدیونم به خاطر گذشته و فداکاریات. منم باید از علی تشکر کنم چون زندگیم مدیون اون هستم. من و مریمم از علی تشکر میکنیم چون اون ما رو با هم آشتی داره. رضا اون بسه مقابلی نداره چی؟ با هم آشتی کردیم. یعنی دیگه آشتی آشتی. آره پسرم بزن قدرش. علی علی نفهمیدم.
پس کی از بنده تشکر میکنه؟ امو کازه جان من میخوام نهیت بگم بابا با من؟ الهی که من قربان تو برم خدا را شکر که زن نگیرفته اول میدنه با خدا شده بیا با غلبا قربان تو باید بابا علی علی بسیدم بسیدم